بیننده و شنونده یکی دیگر از برنامه های نینا هستید. آرزو می کنم در هر کجای دنیا که هستید شاد و سربلند باشید. نینا علاوه بر شبکه های اجتماعی از شبکه تلویزیون کانال 1 هر سه شنبه رأس ساعت 5:30 عصر به وقت تهران پخش میشه. همچنین برنامه های نینا را میتونید از طریق رادیو روی طول موج کوتاه ردیف 5885 کیلوهرتز روزهای جمعه رأس ساعت 9 شب به وقت تهران بشنوید. علی‌رغم اینکه بیش از 9 ماه از انتخابات سراسری کشور عراق میگذره، این کشور هنوز نتونسته دولتی تشکیل دهد و در واقع این کشور به مکانی برای تاخت و تاز گروه های تندرو و میلیشیای مورد حمایت قدرت های منطقه و میدانی برای مانور این قدرت ها بدل شده. در آخرین تحولاتی که در عراق شکل گرفت، هواداران صدر به پارلمان این کشور حمله بردند و عملا آن را به اشغال خود درآوردند. برای بررسی بیشتر تحولات عراق و زمینه‌های هرج و مرج در آن، امروز محمد فتاحی از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی با ماست. محمد فتاحی، ضمن خوش آمدگویی به شما، لطفاً برای ما بگید که جریان از چه قراره و چرا هر دفعه با معرفی نخست وزیری ما شاهد این اتفاقات در عراق هستیم و نقش دولت‌ها و قدرت‌های منطقه رو در این اتفاقات در چی می‌بینید؟ ببینید، اوضاع عراق کلان توش هست، ادامه وضعی هست که بعد از اشغالش توسط آمریکا رخ داد. وقتی که آمریکا اومد و رژیم حاکم رو در هم شکست و کلن جامعه به نوعی بی سر ماند، تو این مت خود آمریکا علاقه داشت که انواع گروه‌های مختلف سیاسی، فرقه‌ای، چه مذهبی، چه ملی، چه قومی توش شکل بگیرن تا هرج و مرجی که این جامعه توش میفته کمک کنه به آمریکا که به شیوه‌ای که خود میخواد سازمانش بده. ما میدونیم که بعد از خود حمله به عراق بلافاصله طرح خبرمیانه بزرگ از طرف آمریکا توسط مدیای غربی و بخشاً توسط خود طراحان علنی شد سال 2004، یعنی هنوز تقریبا یک سال نگذشته از حمله به عراق. معلوم بود که طرحی که ریختند فیلبداه نیست، از قبل طرحی رو ریختند استراتژیک که وقتی شروع می کنند از افغانستان و از عراق و بگیر بره جلو تا کل خاورمیانه رو شکل بدن به شیوهی که آمریکا می خواد. تو اون طرح مضمونش میگه وقتی موفق میشه که بتونه یک هرج و مرجی رو ایجاد کنه که غیر قابل کنترل باشه از تو ساختار سیاسی این کشورها، به این معنی که آمریکا با استفاده از ماتریالی که روخته توی اون زمین جامعه رو هر طوری که میخواد شکل بده. این جامعه رو توی عراق تقریبا شروع اولشون بود. در نتیجه به محض ورودشون به عراق تمام گروه هایی که توی چارت فرقی و قومی و مذهبی می گنجن سر بلند کردن، از گروه های ترک، گروه های عرب سنی، عرب شیعه، کرد، یعنی طوری شد که توی اون جامعه حتی اقوامی که موجود نبودند زندشون کردن. گروه های خیلی کوچیک که فرض کنن مربوط هم به قومیتی که توی جامعه عراق کمتر کسی شنیده. این اوضاعی که ما امروز میبینیم توی عراق ادامه اون وضعه. بورژوازی توی عراق نتونسته یک دولت متحد سازمان بده به خاطر اینکه جناح‌های مختلف توی حاکمیت توی همون دوره بعد از سرنگونی
صدام حسین در متن رابطه و کمک به دخالت قدرت ها و دولت های منطقه شکل گرفتند. در نتیجه اندازه دخالت دولت های منطقه تعیین میکنه که هر گروهی توی عراق چقدر قدرت داره. در نتیجه به گفته شما که توی اولم توضیح دادید، حضور این گروه های فرقه‌ای مانع میشه که جامعه به هر شکلی سازمان پیدا کنه. ما میدونیم که توی انقلابات خاورمیانه که بهار عربی معروف شد، توی بغداد و شهرهای عراق یکی از میدانهای اصلی این اعتراضات بود که تا 2 سال قبل هم ادامه داشت و اعتراض این جامعه به یک سیستم قومی، مذهبی و فرقی هست که سرهمبندی شده. رئیس جمهور برای سهمیه یک طرف، نخست وزیر سهمیه یک طرف و بعد رئیس پارلمان برای یک طرف، بقیه شعبات کوچک فرقی توی مناطق محلی مسئولیت هایی داشته باشند. این طوری سرهمبندی شده و این سر و هنوز وقتی که ادامه اون جنگ های داخلی و دخالت دولت ها در منطقه در اوضاع عراق و بقیه مناطق منشأ همچون وضعی هست که شما توضیح دادید. شکست آمریکا در منطقه و خروج نیروی آمریکا در عراق چقدر در این اوضاع احوال تاثیرگذار بوده؟ حضور آمریکا اونطوری تاثیرش بود، ولی شکست آمریکا الان دیگه نمیشه الان بگی این وضع به خاطر شکست آمریکاست. اتفاقا شکست آمریکا و عقب نشینی آمریکا کمک میکنه نه فقط عراق، توی بقیه جامعه منطقه نوعی جامعه به سوی آرامش بره، به خاطر اینکه خود حضور آمریکا توی اون دوره کمک کرده بود که دولت‌های مختلف به جون هم بیندازه، مردمان مختلف و از اقوام مختلف به جون هم بیندازه، شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه، کرد، عرب، نمیدونم آسوری، ترکمان، اینا هم همه گروه هایی بودن که توی عراق بودن، هم اینا رو با هم تو جنگ بندازه و در این حال خود دولت های منطقه به نوعی به شیوهی همون طرحی رو پیش برن که آمریکا میگفت. در جنگ یمن عربستان و متحدینش ظاهرن با عنوان مبارزه علیه تروریسم اون جنگ رو پیش بردن که هنوز خاتمه نیافته و اساسا طرح آمریکا بود، طرح این که یه ناتوی عربی سازمان بدند در مقابل جمهوری اسلامی یا هر کسی که مخالف قطب آمریکاست، بازم شروع یه پروژه دیگه بود که نگرفت. خواستم بگم که خود آمریکا نقش داشت تو اینکه دولت های مختلف به جون هم بیفتند و اوضاع طوری بشه که آمریکا قادر به پیش برده پروژه های خودش بشه. در اینکه اون موقع آمریکا نقش داشت. الان دور شدن آمریکا کمک میکنه که از هر طرف تا اونجایی که به مردم، به طبقه کارگر و مردم ستمدیده مربوطه است، مطالباتشون رو بخوان، به حاکمین رو مسئول جامعه و زندگیشون معرفی کنن و بگن شما مسئول دوبار جواب بدید، که به نوعی میرسن به اعتراضشون علیه حاکمیت گروه های قومی مذهبی. این از طرف جامعه است. از طرف خود بورژوازی این کشورها خیلی طبیعی، بورژوازی هر کشوری علاقمند هست، به نفعش هست که امنیتی داشته باشه، برای اینکه سرمایه وارد بشه. یه خاورمیانه پر از جنگ و درگیری، هیچ صاحب سرمایه راه گم کرده این منطقه نمیره. در نتیجه ناچارن تقلا کنن، برای اینکه حالا که آمریکا رفته بیرون، به نوعی مشکلی که دوچارش بودند و هستند به نوعی تمامش کنند.
این هست که این دوره ای هست که الان وقتی که شما نگاه میکنید ظاهرا مثلا همین عراقی که بحث شما باش شروع کردید، ظاهرا مقامات عراقی فعالترین و مبتکرترین و جدیترین میانجیگران بین قدرت های منطقه هست و توی میدیای سطحی اشاره میکنن به خاطر، میگن به خاطر موقعیت مهم عراق، عراق نقش داره تو شکل دادن به منطقه. برعکس، به خاطر اینکه عراق تکه پاره هست، مسئولین و مقامات عراقی پشت سر هم سعی میکنن بین ایران و عربستان ملاقات ترتیب بدن و تا به حال 4-5-6 دور ملاقات داشتند این دو حاکم ایران و عربستان، یا بین کشورهای دیگه، بین جمهوری اسلامی و مصر و اردن و بقیه کشورهای عربی به نوعی کاری کنن که رابطهشون نرمال بشه. علت این مسئله این هست که خود مقامات عراقی متوجه هستند که مادامی که این کشورها به روابطشون به یک دوره نرمال، به دوره دور از جنگ و خونریزی تبدیل نشه و خصومت و مسابقه و رقابت توی منطقه، درد اونا درمانپذیر نیست. در نتیجه سعی میکنند عربستان و جمهوری اسلامی رو هم چیز کنند، به هم نزدیک کنند، که خود عربستان و خود جمهوری اسلامی علاقمندن، کشورهای دیگه عربی هم بخشن که من اسم بردم علاقمندن با جمهوری اسلامی رابطشون عادی بشه همونطوری که جمهوری اسلامی دوست داره. در اینکه این روند وقتی جلو بره کمک میکنه که بورژوازی ناسیونالیست عراقی توی عراق دستش باز بشه که دور از دخالت هر کدوم از این دولت‌ها و قدرت‌های منطقه دولتی رو سازمان بدن که متحد هست و سر و سامانی به خودشون بدن. نمیدونم، جنگی در اوکراین هستش و عملا دولت‌های غربی و آمریکا در این جنگ که روسیه با اوکراین شروع کرده به نوعی شکست خوردن. جنگ اوکراین در اوضاع احوال عراق چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ میتونه به نوعی قبل از اون شکست و فرار آمریکا به منطقه تاثیر گذاشته بود، تاثیر گذاشته بود برای اینکه عربستان و همه دولت‌ها و قدرت‌های درگیر تو منطقه باید خودشون به حساب وضعی که دارن برسند. نتیجتاً جنگ توی اوکراین بین ناتو و روسیه خیلی تعیین کننده نیست، ضمن اینکه خود دیدار بایدن از منطقه و بی‌توجهی کشورهای عربی هر جایی که رفت به پیشنهاداتش، به طرحش، به مطالباتش، بی توجهی محضشون نشون داد که اینا متوجه هستن که اوضاع ناتو و خود آمریکا در جنگ با روسیه اصلا جالب نیست و همه شواهد میگن که ناتو و آمریکا بازم یعنی شکست میخورن توی این جبهه به نوعی. در نتیجه این کمک میکنه، این همین احساسی که کشورهای عربی دارند که میبینند که ناتو نمیتونه پیشروی کنه، آمریکا نمیتونه، دورتر بشن و با خیال خیلی آرومتری برن سراغ سازماندهی کل کارشون توی دوره جدید بعد از آمریکا. در نتیجه این کمک میکنه به نوعی کمک میکنه که در امید به آمریکا را محکمتر ببندند و خودشون روی پای خودشون مناسباتی رو ایجاد کنند که سرمایه از کشورهای سرمایه خیز بتونه وارد این منطقه بشه، به ویژه چین که از قدرت‌های بالای توی اقتصاد دنیاست. خیلی طبیعیه وقتی همه جا جنگ و درگیری باشه کسی نصر نمیاد، چین هم نمیاد، اون قدرت دیگه هم نمیاد. به هر حال خواستم بگم که به نوعی بله، شکست
ناتو در مقابل روسیه میتونه اینو تسریع کنه. با تمام این توضیحاتی که شما دادید میخوام ازتون بپرسم نقش اسرائیل در این اتفاقات چی هستن؟ جریان پیمان ابراهیم چی بود و چرا به نتیجه نرسید و موضوع فلسطین در اتفاقاتی که در منطقه و خاورمیانه میفته چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ مسئله اسرائیل و پیمان ابراهیم که طرح آمریکا بود عملا شکست و رفت. یعنی وقتی که خود آمریکا فرار کرده، بلوکی که یا قطبی که آمریکا میخواست شکل بده به رهبری اسرائیل خیلی طبیعی شکل نگیره، چون بخشن نمیدونن که سرنوشت بعدی اسرائیل چه خواهد شد. آمریکا اگه از منطقه رفته، چه دولتی در آمریکا سر کار میاد، چه سیاستی خواهد داشت، رابطه غرب با اسرائیل همچنان رابطه فعلی خواهد بود. این یه مسئله. مسئله دیگه این که توی جامعه عرب برای دولت های منطقه آسون نیست، در حالی که هر روز فلسطینی ها را میگیرن، میزنن، میکشن، خاکشون اشغال میکنند، آوارشون میکنند، با اسرائیل رابطه خوش و بشی داشته باشند. میتونه هر اتفاق خونینی توی منطقه فلسطین مردم توی مناطق دیگه رو به طغیان بکشونه و منطقه رو ناآرام کنه برای بورژوازی و برای سرمایه. از این زاویه به سودشون نیست. از زوایای دیگه هم به طور کلی خود عربستان و قدرت‌های دیگه مثل مصر مثلا خودشونو کمتر از اسرائیل نمیدونن، خودشونو دوزو قطبها و قدرت‌های منطقه میبینن که احساس میکنن سهم بیشتری دارن، در نتیجه زیر اتوریتی اسرائیل زمین نمیشن. وقتی شما دقت کنید میشه ببخشید میشه اصلا کلا جریان این پیمان ابراهیم رو خیلی کوتاه برای ما توضیح بدید؟ این جریان ابراهیم اصلا چی بود و شما گفتی شکست خود، ولی میخوام بپرسم اصلا کلا این جریان پیمان ابراهیم چی بود که به نتیجه هم نرسید؟ پیمان ابراهیم طرح آمریکا بعد از ترک منطقه توسط آمریکا بود. آمریکا میخواست حالا که داره میره از این منطقه که از دوره ترامپ شروع شد، عملا از اونجا شروع شد، سعی کردن که در غیبت آمریکا قطبی رو شکل بدن که همه هواداران آمریکا و غرب توی منطقه و جهان عرب به طور کلی دور اسرائیل یه قطب سیاسی نظامی اقتصادی رو شکل بدند، برای اساسا هم ادامه سلطه آمریکا به منطقه و در این حال کمک به این که این منطقه کماکان به شیوه دیگه ای جزو دایره مناطقی باشه که آمریکا روش قدرت داره. این طرحشون بود، ولی همونطور که گفتم به همون نسبتی که آمریکا شکست خورد و از افغانستان فرار کرد، خیلی طبیعی بود که بقیه فکر کنن که این اسرائیل آمریکا خودشه. معلوم نیست به سر اسرائیل توی دنیای چند قبطی بعدی چه میاد، در اینجا چرا برن دور اون جمع بشن. این شد که علی‌رغم این ضعیف منطقه بخشن با اسرائیل وارد سطحی رابطه شدند که هیچ کدومشون تقریبا جدی نبود، ولی نیروها و دولت‌های اصلی تر توجه نکردند و پشت کردند به همچین طرحی. میخوام به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم
همه ما میدونیم که بورژوازی در محیط امن قادر به سرمایه گذاری و رشد هستش. با این اوضاعی که در کشور عراق در جریانه، بورژوازی عراق چقدر شانس برای موفقیت داره؟ این که شما گفتید به نان حکم که برجوازی توی آرامش و آسایش میتونه چی کنه، یه حکم خیلی کلیه، نمیتونه همه برجوازی رو در هر دوری شامل بشه. قدرت های برجوازی بودن که تو متن جنگ هم به سرمایه رسیدن، هم به قدرت، هم به خیلی چیزا، هم بخشای از دنیا رو گرفتن. کلن بحثش نیست. خواستم بگم این حکم به طور کلی نمیتونه شامل همه بشه و در هر دوری، اما به طور کلی برای سرمایه خیلی طبیعه. شرایط امتر شرایط سوداوریه و به منطقه خاورمیانه که ناامن هست، ما میدونیم از دوره های طولانی توی هیچ کدوم از این کشورها یک قطب اقتصادی سربلند نکرده. دلیل اصلیش این هست کسایی که صاحب سرمایه هن که دورهای قبل اساسا از غرب می اومد نمیتونستن سرمایهشون رو جایی ببرن که امنیت توش نیست. اینه که بورژوازی کلان توی منطقه الان تو دوره هست که سعی کنه سر سامان بده، اوضاع رو نرمال تر کنه و بتونن موقعیتی که خودشون میخوان به دست بیارن. محمد فتاحی، من سوال خاصی ندارم، شما اگه فکر می‌کنید نکته‌ای لازمه بیان کنید بفرمایید. مرسی. من نکته‌ای دارم بگم، اونم روندی که در خاورمیانه در جریان هست که تعداد جنگ ها کم بشه و یا پایان پیدا کنه، جریانات فرقی و قومی محدودتر بشند. این اگه به نفع طبقه بورژواست، برای اینکه اونجوری که میخواد یا طبقه بورژوای فعلیه توی خاورمیانه که اوضاعش سر و سامان بده، برای طبقه کارگر و برای مردم زحمتکش فوق‌العاده بیشتر سودمنده. به خاطر اینکه تو دوره‌ای که جنگ و ویرانی هم بود، قدرت‌های بورژوا توی منطقه به اندازه بیش از کافی سود بردند. در اینکه این اساساً طبقه کارگر و مردم زحمتکشن، در غیبت جنگ قومی، جنگ مذهبی و جنگ فرقه‌ای، یعنی تخاصمات فرقه‌ای و ملی و مذهبی بین مردم کمتر میشه. وقتی این تخاصمات کمتر شد، امکان اتحاد به کارگر و به زحمتکش بیشتر میده. به علاوه خود این درگیری ها که فضای جامعه را برای زندگی خیلی خیلی ابتدایی ناامن میکنه، مبارزه طبقاتی رو به حاشیه میرانه. در نتیجه وقتی جنگ ها کم میشه، وقتی خونریزی ها کم میشه، وقتی امنیت توی جامعه، حتی امنیتی که بورژوازی میاره، بیشتر میشه، طبقه کارگر بهتر تو شرایط بهتری قرار میگیره برای اینکه خودش رو سازمان بده، برای اینکه مطالباتش رو بخواد. وقتی جنگه مطالباتش رو میخواد، بهش میگن جنگه، میبینید کشتار هست. در نتیجه خود حفظ جامعه و تأمین امنیت مهمترین فاکتوره، که درست میگن به نوعی مهمترین فاکتوره اون زمان، منتها خود این قدرتان که اون ناامنی رو میارند. خواستم بگم که وقتی مطالبات مردم توی شرایط جنگی هم هست، میگن جنگ با ما نمیتونیم، باید بذارید جنگ تموم بشه، شلوغی تموم بشه، امنیت بیاد، آسایش بیاد، اون موقع بله خونه درست میکنیم، مسکن تامین میکنیم، به زندگی میرسیم، اقتصادمون فلان فلان. خواستم بگم که مسئله مهمیه و این کمک میکنه. اگر مردم توی کشورهایی که قبلا علیه قومگرایی، علیه فرقه های مذهبی و ملی مبارزه و اعتراض داشتند، مثل لیبی و مثل عراق،
اینا به راحتی خیلی بیشتری پا جلو بذارن و بیان و مطالباتشون طرح کنن. ما میدونیم دوره تظاهرات های میلیونی توی عراق تعداد زیادی از سازماندهندگان و رهبران عراقی توی مردم ترور شدند و کسی مسئولیتشو به دست به این بهده نگرفت، به خاطر اینکه میگن خب جامعه‌ای که 72 میلیارد توش حکم میرانند کسی نمیدونه کی میکشه. خواستم بگم که این اوضاع وقتی دور بشه اون موقع ما متوجه میشیم که دوره اعتراض توی بغداد و تو شهرهای کل عراق خیلی میتونه بالا بیاد. حتی اعتراض توی منطقه کوهستان عراق که سالهای گذشته همیشه اعتراضاتشون سرکوب خونین شده، میتونه همراه مردم دیگه توی بغداد و شهرهای دیگه علیه این سیستم قومی مذهبی که براشون ساختن به عنوان حکومت دولت بشورن و قبولش نکنن، به نوعی همسرنوشتر بشن با ایران. ما میدونیم توی اعتراضات دنیای عرب لبنانی ها به حمایت از مبارزات مردم توی ایران شعار میدادند و حرف داشتند. عربی ها شعار میدادند و حرف داشتند، میگفتند که لبنان، عراق و ایران اینها اسیر جریان اسلامی توی این منطقه هستند و خودشون رو شریک توی جنگ میدیدند که در جریان بود. خواستم بگم یعنی هر اندازه امنیت توی منطقه بیشتر بشه خیلی کمک میکنه به جریانات اصلی توی جامعه. برعکس جریاناتی که جریانات قومی مذهبی یا بورژوایی پرو غرب، پرو آمریکا، پرو اسرائیل، همه اینا هم میدانش خیلی تنگتر میشه. همه بدیل هایی که توی ایران، چه توی ایران چه توی کردستان ایران امید داشتن به آمریکا، به غرب و یا به قدرت هایی که تو منطقه اند که ازشون حمایت کنند برای که توی جنگ نیابتی به جای برسند، اینا دستشون کوتاه‌تر میشه و در اینجا خیلی کمک میکنه به کارگر زحمتکش روی پای خودش بیسته و دور از عوام فریبی و تبلیغات پوچ ناسیونالیست های غرب از همه جناهاشون مبارزش و سازمان یافته تر پیش ببره. محمد فتاحی از رهبری حزب حکمتی خط رسمی، مرسی از اینکه دعوت ما را به این برنامه قبول کردید. به این ترتیب پایان برنامه رسیدیم. برنامه های نینا را علاوه بر شبکه های اجتماعی میتونید از طریق شبکه تلویزیون کانال یک نیز ببینید. همچنین برنامه های نینا را میتونید از طریق رادیو روی طول موج کوتاه بشنوید. نینا را ببینید، بشنوید و به دوستان و آشناهای خود معرفی کنید. مرسی محمد فتاحی.